داستان کهف، سوره کهف رو دقت کنید، یک جای خدا در قرآن به شما یه ویو میده، یه هندسه میده. جزئیات گیجتون نکنه ها، این جزئیات بشین کنار هم دیگه، عین کسی که کلاشو با فاصله 5 سانتی چسبونه دماغش داره یه پازل رو نگاه میکنه، با دیوونه میشه هیچی نمیبینه. جزئیات ریز میبینید، بیاید بیرون از بالا هم یه نگاهی بکنید. تو داستان سوره کهف چند تا داستان دارید شما؟ داستان کیاست؟ یه کسایی که زندن عمر طولانی کردن، نمردن، زنده بودن، خود اصحاب رقیم، درسته؟ بعد داستان یه نفری که پیغمبر اولوالعزم مثل یه شاگرد بعد دنبالش بدوه، اون چه علمیه؟ پس میگه هستن کسایی که الزاماً پیغمبر دانشی بیش از پیغمبر اولوالعزم دارن. این دو. سه، ذوالقرنین رو میگه که ماجراش چیه؟ کسی که حکومت بر شرق و غرب عالم داره و یک تمکنی ایشون داره و آتینا من کل شیئن سببا، من کل شیئ. به این دقت کنید، نمیگه یه چیز دستش بوده، دو تا چیز داره، من کل شیئن سببا، اسباب همه چی در اختیار اوست. این سه تا کنار هم دیگه، مخصوصا روایتی که ما داریم، طرف خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسید، امام زمان رو دیدم یه بچه 3-4 ساله مثل ماه شب 14 بچه میدراشه، فقط دوست داری نگاش کنی، ببینید، دقت کنید، طرف کنار امام معصوم اینطور دیده شده. ببین کنار امام حسن عسکری که چه جذبی داشته، میگه این بچه توجه منو جلب کرد، میگه مثل ماه شب 14 فقط دوستش نگاش کنی. تو اونجا میفرماد این داست، میگه حجت بعد از من بر شماست، میگه مسئله او در میان شما مسئله ذوالقرنین و خضر است. اشاره از این واضح تر خوب عنایت داشته باشید. تو داستان ذوالقرنین حکومت جهانی بر شرق و غرب بالا، در مجموع سوره کهف اومده هستن در مورد امام زمان حرف بزن. عمر طولانی، علمی بسیار عجیب که شما در پیغمبر اولوالعزمش هم ندیدید، و حاکمیت بر شرق و غرب و پایان یعجوج و ماجوج. تا کی؟ الی یوم یموج، تا روز قیامت دور اینا موج بزنن. یعنی این حکومت همچنین چیز ابدی الی یوم القیامه است.